بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، خواهران و برادران گرامی، من اولین جلسه کابینه پس از انتخابات را امروز دایر نمودم. چنانچه در نطق مراسم تحلیف وعده سپرده بودم، ساختن کابینه جدید را برای 2 هفته به تعویق انداخته بودم تا فرصت داشته باشیم که همراه جناح‌های مطرح سیاسی، بزرگان قومی و اهل خبره مشوره های لازم را انجام بده. اما این معطلی به معنی کمرسی و یا معطل شدن خدمت رسانی به مردم و خاک نبوده و دستگاه دولت به صورت دوامدار مصروف خدمت رسانی بودند. در جلسه کابینه امروز من، معاون اول ریاست جمهوری برادرم امرالله صالح، معاون دوم برادرم استاد سرور دانش و برادرم محمد یوسف غزنفر نماینده فوق‌العاده خود را در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر معرفی نمودم. من وعده های اساسی خیش را به ملت یکایک تطبیق خواهم کرد. جای مسرت است که پس از 10 سال یک تیم سیاسی در خدمت ملت قرار دارد که این تیم روی اهداف بزرگ ملی، ساختار قدرت در محور قانون اساسی و زعامت برآمده از پروسه انتخابات با هم موافقند و هیچ اختلاف سیاسی، سلیقوی و شخصی با هم ندارد. این اتحاد می تواند خدمت رسانی به ملت را سرعت بخشیده و اداره دولتی را از مرض فساد، تعصب، سمت گرایی، گروه گرایی و کار شکنی نجات بخشد. همچنان در این جلسه تمرکز اساسی روی مقابله با ویروس کرونا داشتیم. چند روز قبل جزئیات برنامه های دولت بر ضد مصیبت کرونا را به شما واضح ساخته بودم. یک بار دیگر برایتان اطمینان می دهم که ما با تمام ظرفیت ملکی و نظامی برای مدیریت وضعیت و مهار بحران ناشی از ویروس کرونا در خدمت مردم خیش قرار داریم. مطمئن باشید، حفظ جان مردم، ثبات بازار و اقتصاد، حفظ قیمت ها و اطمینان از اکمالات مواد اولیه و طبی اولویت‌های اساسی و بنیادی ماست و خواهد بود. با دولتتان همکار باشید. و سلام. تل دیو افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان.